سال 1993 اوضاع مسکو بدجوری روز تو روز شده بود. پارلمان با عوضی بازی زده بود رئیس جمهور رو هوا کرده بود، رئیس جمهور هم در جواب زده بود پارلمان رو به کل منحل کرده بود. خلاصه قوای مجریه و مقننه نهادهای قانونی همدیگر رو سفت چسبیده بودن. این یکی به اون یکی میگفت سود بزن تا ول کنه. پارلمان چیا؟ میگفتن برگردیم به اصول شوروی. رئیس جمهور بوریس یلسین سردسته اصلاحات چیا؟ میگفت نه به عقب بر نمیگردیم، زشته. هی از اونا اصرار که عزیزم بگو بر میگردی، از اینا هم انکار که مردم بیغم طی عادت چند ده ساله صف بسته بودن جلوی فروشگاه ها برای خریدن اسمیرنوف و نفت و وسایل پیشگیری. اوضاع سیاسی داشت تخم مرغی میشد که کلیسا مثل مادری دلسوز وارد معرکه شد و اینا رو وادار کرد به مذاکره. اسقف اعظم همون اول جلسه رو کرد به یلسین و گفت بس تو زره مری خوردی، قانون رو دور زدی، کی گفت اینا رو منحل کنی؟ بعد دید پارلمانچی ها دارن میخندن، رو کرد بهشون که شما باید ترزین بزر بابتون بیاد برید گم شید کسافت های اشغال. با هوشمندی و فن بیان قوی اسقف اعظم آتیش دعوا تندتر شد و پارلمانچی ها هایپر شدن و رفتن سمت ساختمون تلویزیون که اونجا رو اشغال کنن. اون موقع تلویزیون چیز مهمی بود و مردم هنوز نگاش میکردن. یلسین هم دوید رفت دم در مجلس، یقشو چاک داد و کولی بازی در آورد که لیا خوف کجایی که داشتو کشتن. بعد هم تانکای ارتش ریختن و مجلس رو بستن به طول. خود تانکا هم باورشون نمیشد که در آستانه قرن 21 دارن وسط مسکو شلیک میکنن. کارشناسا معتقدن که این اولین انقلاب رنگی در منطقه بوده که از کنترل CIA خارج شده و رنگش شده مایل به طیف قهوه‌ای. بعد از کشته شدن حدود 100 نفر پارلمانچیا نهایتاً شکست رو پذیرفتند و یلتسین هم بلافاصله طرح نظارت استنتانکی رو مطرح کرد که تا همین الان هم مثل ساعت داره کار میکنه. اینجوری که از اون موقع یه تانک گذاشتن وسط صحن مجلس که هر کس دست پا خطا میکنه این لوله میچرخه سمتش و بغض یارو پاپیون میشه زیر کنه. به مناسبت شکست شوروی چیا، ولادیمیر مایخالوفسکی شاعر شتیلبگیر روسی در وصف رئیس جمهور چنین سروده بود: رنگ چشات تزار، سیاستات تزار، اسمت که بوریسه اونم بذار تزار.